سلام، ترک کار کردن آموزگاران فاجعه است یا نه؟ پاسخ وزیر معارف تاجیکستان به سوال درباره رفتن آموزگاران از کار در تاجیکستان بحث زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برپا کرد. وزیر معارف مسئله رفتن 2000 معلم خطلانی برای کار به روسیه را در یک نشست خبری در دوشنبه شرح داد و زیر باران تنقید کاربران قرار گرفت. از مکتب رفتن به مکتب قبول کردن همین دینامیکا در سوهای ما همساله است. این پدیده نو نیست، این چیزی نو نیست. کاربر با نام عثمان سفرف در صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک نوشته است که فرار آموزگاران از کار بحران و بدتر از جنگ است. او با مراجعت به وزیر گفته است رفیق وزیر، به مکتب و به معلم نمیتوان دولت ساخت. شریک کاربر دیگر با نام گولی شریپوونا در فیسبوک ما چنین است: اگر به همان متخصصان معاش درست میدادند و مهاجرت نمی رفتند، به 1300 سامانی مگر زندگی را پیش بردن ممکن است؟ محترم وزیر، درستتر فکر کنید، پیش راه فاجعه را گیرید. با قبل یک کاربری دیگری رادیوی آزادی که نامش را در وبسایت ما نگفته است، در ناحیه پنجکنت آموزگار نمانده است و همه برای کار به روسیه رفتند. او نوشته است که حالا به جای معلمان دانشجویان درس میگویند. از صفحه رادیوی آزادی در اینستاگرام شرح دیگری با عین مضمون را از بنیو جان نام کاربری گرفتیم و همراه میخوانیم. در یک مکتب 3 سال جانشینی دایرکتور اید به تعلیم بودم. متاسفانه همین سال و 3 آموزگار جوان به مهاجرت آمدیم. آموزگاران دیگری که به این بحث وارد شدند گفتند که سبب ترک کار کردن آنها معاش ناچیز و بی‌قدری آموزگار است. اسماعیل دولتیار در صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک نوشته است که یک سببی از مکتب رفتنش پول جمع کنی های به آخر بود. معاش یک ساله را با دست خودمان فقط برای کمیسیا و آبادانی سپردیم. بیزار شدیم. هر روز کمیسیه می آید. پولی گل و ارچه و شنبگی ها به حساب. برخی از کاربران دیگر هم عاقبت های بدی ترک کسب کردن آموزگاران در تاجیکستان را نامبر کرده خواستند که پیشروی این روند فورا گرفته شود. زیرا تأخیر در این کار فلاکت های زیاده به سر کشور می آورد. شرح کاربری را می خونیم که خود را حمیدوف ام ا معرفی کرده است. ما جدیت این موضوع را بعد 20-30 سال درک میکنیم. معاش از همه بلند باید از معلم باشد، زیرا آینده دولت از او وابسته است. شما در این باره چی میگوید؟ اندیشه های خود را در وبسایت ما نویسید که این نشانیش را اینجا میبینید. اگر میخواهید در ویدیو ثبت کنید و با شماره تلفنی رادیو آزادی از طریق واتساپ، وایبر، تلگرام و یا ایمو روان کنید. آزادی آنلاین اینجا به پایان رسید. تا دیدار در برنامه های دیگر.